خواستم بگم خیلی خوشحالم که دور هم جمع شده، ولی واقعا بیشتری از هموطنان ما گرفتار سیل شدن و این فیلم ها رو که میبینیم قلبمون به درد میاد. فقط فکر کنیم که آب ریخته تو خونتون و نمیتونیم تو خونت زندگی کنیم. بعدم که آب میکشن میریزن بیرون، یک عالمه گلوله‌های چسبنده است که تمام خونه زندگیتون آباد کرده. به هر حال ما قلبمون پیش اوناست، ولی به هر حال این جشنواره رو برگزار کردیم. جشنواره عواید فروش بلیتش همه میره برای هموطنان سیل زدن. خب قبل از اینکه در مورد این فیلم کمی صحبت بکنم آقای گلمکانی، من این مقدار در مورد جشنواره توضیح میدم. جشنواره ما جشنواره بسیار ساده‌ایه، جشنواره بسیار دوستانه و کمخرجیه. کمخرج به این لحاظ که نه میتونیم پرخرجش کنیم و نه میخوایم البته پرخرجش کنیم. اما مطمئنا جشنواره پرشکوهیه و جشنواره بزرگیه، چون هم تونستیم تو این 4 سال نشون بدیم که جشنواره پرشکوه و بزرگیه و هم خواستیم. اتفاقات خیلی بزرگی تو جشنواره جهانی فیلم فجر افتاده و میفته. پر از کارگاه‌های آموزشی هست، پر از تبادلات فرهنگی بین جهان هست، فیلم‌هایی نشون داده میشه توش که تا حالا هیچ جا اکران نشده و اولین بار فقط اینجا اکران میشه. ارتباطش با مراکز فرهنگی دانشگاه‌ها خیلی زیاده، پر از مهمانان عالی‌قدر ایرانی و خارجی که هر کدوم یک رسانه بزرگ هم برای خودشون. و همین امسال ما 160 تا فیلم داریم نشون میدیم به شما که من دعوت میکنم حتما برید این فیلم ها رو ببینید، چون مطمئنا تو این 8 روز شما نمیتونید همه رو ببینید، ولی تا جایی که میتونید ببینید، چون بعدش دیگه امکان نداریم بتونیم این فیلم ها رو ببینید. کارهای زیادی تو جشنواره شده. امسال که جشنواره ما در واقع مصادف با اعیاد شعبانی است و آخرش هم تولد امام زمان که در واقع جشن ملی ما از بچگیم، از هر وقت یادمه این جشن توی کشور ما اجرا می‌شده، جشن تولد امام زمان. ما همین خیابون بغل سینما فلسطین، در واقع ضد شهرش، خیابان برادران مظفر رو با کمک شهرداری تجهیز کردیم. اونجا فیلم نشون میدیم تو فضای باز، مراسم داریم، هر شب میتونید اونجا تا دیر وقت برید و در واقع یه هوای دیگری رو تنفس کنید. اونجا میتونید به سینما خیلی نزدیکتر بشن، دوستان سینمایی حتما میان اونجا، میتونید از نزدیک ببینیدشون. موسیقی اجرا میشه و به هر حال خیلی برنامه‌هایی، تئاتر اجرا میشه، تئاتر عکسکی اجرا میشه و مراسم خوبیه. و سعی میکنیم که در واقع با کمک شهرداری سالهای دیگه هم در واقع همین جشن‌ها رو داشته باشیم و شاید در طول سال بتونیم برگزارش بکنیم که یه جایی باشه برای اینکه لبخند به لب ما بیاد و این همه سختی‌هایی که داریم گاهی هم فراموش کنیم. یه بخشی از در واقع جشنواره ما مربوط میشه به فیلم‌های مرمت شده، فیلم‌های سینمای ایران که در واقع داره نابود، یعنی همه جهان همینجوریه، نابود میشه. دو مرتبه با کمک انقلاب دیجیتالی که شده فریم به فریم ترمیمش میکنن و به فیلم نو تبدیل میشه. هر سال ما تعدادی از این فیلم‌ها رو نشون میدیم. اولیش که نشون دادیم باد صبا بود که با استقبال خیلی زیادی روبرو شد و امسال هم چندین فیلم مرمت شده نشون میدیم که یکیش فیلم دیدبانه که الان در واقع تیزر معرفیش رو دیدید. خب من اینجا لازمه که از فیلمخانه ملی ایران و سرکار خانم طاهری که کمک کردن و در واقع این فیلم ها رو مرمت میکنن و در اختیار جشنواره میذارن تشکر کنم. خب یه لیست بسیار بلند بالا هست برای تشکر که قاعدتا اینجا وقتش هست و خودشون میدونن که ما ازشون متشکریم. فیلم دیدبان، خب منتقدین در موردش صحبت کردن که جایگاهش توی سینمای ما بسیار ویژه است برای ابراهیم حاتم یکی از که اینجا نشسته که من سه تا فیلم در کنار او بودم، مطمئناً یکی از بزرگترین کارگردانان سینمای ماست و امیدوارم که همیشه حالش خوب باشه و فیلم بسازه.